شرکت سران کشورهای ثروتمند و صاحبان بانکهای بزرگ، بانکدارانی که به ظاهر اعلام ورشکستگی کرده بودند، نقشه های تازه خود را برای دنیا آشکار کردند. بر اساس این طرح، دولتهای مستقل به طور مستقیم به این کارتل بانکی مالیات می پرداختند. بر این اساس وضع صدها نوع مالیات تازه به بهانه تولید دیوکسید کربن سرآغاز کار بود. ماجرای گرم شدن آب و هوای زمین به خودی خود یک دروغ بزرگه. اونا میگن آب و هوای زمین داره گرم میشه و بشر با تولید دیوکسید کربن عامل این تغییره. و این بهانه‌ای شده تا شرکت الگور، ترانس چارلز و در نهایت بانک های بین المللی به بهانه های مختلف از مردم مالیات بگیرن. من میتونم به شما بگم در حدود کمتر از 1000 سال قبل آب و هوای زمین بسیار گرم شد. این دوره را گرمای قرون وسطا نامیدن. هوا انقدر گرم شد که انواع انگور و میوه های نیمه استوایی در مناطق شمالی کره زمین میرویید. این اتفاق در قرن 10 و 11 رخ داد. چنین اتفاقی معمولا وقتی رخ میده که فعالیت لکه های خورشیدی به حد اکثر میرسه. شهروندان به هزاران دلیل باید به شرکت خصوصی کربن کردیت مالیات بپردازند. مالک این شرکت الگور و خویشاوندانش هستند. این شرکت برای مصرف لامپ های روشنایی، آب، دفع زباله، مسافرت هوایی، مسافرت با قطار، مسافرت با اتوبوس و کشتی، مصرف دارو، تولیدات فولادی، معدن، منسوجات، خشکشویی ها، آسفالت مالیات دریافت می کند. فریبکاری اوباما و حقیقتی که آشکار می شود. مهندسان این اجتماع می دانند حقیقت وعده های دروغین اوباما به زودی آشکار می شود. به همین دلیل تلاش می کنند گسترده ترین مجموعه پلیسی تاریخ بشر را در آمریکا به وجود بیاورند. ارتش در نقاط مختلف کشور پادگان های آموزشی راه اندازی کردند و سنا با تصویب لایه های مانند HR 65 مبنی بر قرار دادن دولت ها و پلیس محلی تحت کنترل دولت فدرال به اجرای این کار کمک می کند. ما و هر کس دیگه‌ای که اقدامات اونا رو زیر نظر بگیره به خوبی متوجه میشه اونا دارن برای شورش آماده میشن. اونا بازداشتگاه‌های مختلف باز کردن. در سرتاسر نقاط کشور پادگان‌های آموزشی دایر کردن. اونا دقیقاً خودشونو برای مقابله با شورش آماده میکنن. با توجه به وضعیت اسفبار اقتصادی، شورش ممکنه شروع بشه. اونا میدونن چه اتفاقی میفته و خودشونو برای مقابله با اون آماده میکنن. در چنین شرایطی مثلا اوباما اومده ما رو نجات بده. اون 1 میلیون نفر رو در ارتش و نیروهای مسلح رسمی اجیر کرده. 2-3 میلیون نفر رو هم به صورت نیروهای غیر رسمی و جاسوسان دولتی اجیر میکنه که مراقب 200 میلیون آمریکایی دیگه باشن و اینطوری همه رو به جون هم میندازه. ما برای نیل و امنیت ملی و عدالت مورد نظرمان دیگر نمیتوانیم فقط به نیروهای ارتش تکیه کنیم. ما نیاز به نیروهای مسلح غیر نظامی داریم که همانند ارتش ما منظم، نیرومند و کارآمد باشه. رئیس جمهور اوباما و رام امانوئل رئیس کاخ سفید اخیراً اعلام کردند تمامی آمریکایی‌های زیر 64 سال باید در این نیروی فدرال ثبت نام کنند. امنیت فقط یه تئوری نیست، بلکه همه ما باید در عمل به اون پایبند بشیم. اونا باید آموزش ببینن. این بخشی از برنامه دفاع مدنی است. وقتی با جنرال هامون صحبت می‌کنیم، آرزو دارن و به شدت تمایل دارن یک نیروی غیر نظامی شبیه نیروهای نظامیمون داشته باشیم. بر اساس گفته‌های اوباما تمامی جوانان آمریکایی 18 تا 24 ساله به صورت یک نیروی مسلح غیر نظامی در ایالت‌های خود سازماندهی می‌شوند. بهانه همین اقدامات دفاع از وطن است. گزارش پس از گزارش دریافت می کردیم که پلیس در برابر تظاهر کنندگان صف کشیده و در جلو و از پشت سر تظاهر کنندگان حرکت کرده و با هر حرکت مشکوک برخورد می کند. در آمریکا اخیراً پلیس در برابر دوربین‌های خبری به تظاهر کنندگان حمله کرده و سبب آزار آنها می شود تا در میان آنها رعب و وحشت ایجاد کند. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. دستتو بکش. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود.
در میان فریادهای شادی صدها ستایشگر اوباما که نام او را صدا می زدند، ما فریاد می زدیم در مورد 11 سپتامبر که معتقد بودیم توطئه داخلی است تحقیق شود. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. اینجا مردمی که جمع شدند معتقدند روز 11 سپتامبر تروریست‌ها به ما حمله نکردند و ریشه توطئه انفجارها جایی در کاخ سفید بوده. مردم معتقدند دیکچنی بود که اون ساختمان‌ها رو منفجر کرد و حالا مردم میخوان در این مورد تحقیقات دقیق صورت بگیره. 11 سپتامبر یک توطئه داخلی بود. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. بیا پایین، بیا پایین، گفتم بیا پایین، بیا پایین.